خب در این برهه زمانی برای این سیاست سه تا سیاستمداری که اسمشون رو بردیم، یعنی آقای نتانیاهو، آقای بایدن و خانم کامالا هریس، بسیار مهم هستش. آقای بایدن در تلاش میکنه که هم اسرائیل و هم حماس رو از البته از طریق مذاکره کننده های قطری و مصری قانع کنن که این پلان یا طرحی که چند مرحله ای هستش برای دستیابی به آتش بس و آزادی گروگان ها رو به محققش کنه و اون رو انجام بده و اون رو به عنوان دستاوردی در کارنامه بیش از 14 کار سیاسی خودش داشته باشه. مقامات کاخ سفید میگن در مراحل نهایی هستش، ولی هنوز چندین مورد اختلاف نظر وجود داره. برای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا این مسئله اونقدر اهمیت داشت که دیشب که با شهروندان آمریکایی درباره علل کنارگیریش از رقابت انتخابات 2024 صحبت میکرد، به مسئله آزادی گروگان‌ها و وضعیت غزه هم اشاره داشت. و من به تلاش برای پایان دادن به جنگ در غزه، بازگرداندن همه گروگان‌ها به خانه، آوردن صلح و امنیت به خاورمیانه و پایان دادن به این جنگ ادامه خواهم داد. ما همچنین شبانه روز کار می‌کنیم تا آمریکایی‌هایی را که به ناحق در سراسر جهان زندانی هستند به خانه بازگردانیم. خب قراره تا یک چند ساعت دیگر رئیس جمهور آمریکا اینجا در کاخ سفید میزبان آقای نتانیاهو باشن و پس از اون قرار پشت درهای بسته دو رهبر با خانواده گروگان‌های در بند حماس که شهروند آمریکا هستن دیدار داشته باشه. همچنین قرار رئیس جمهور آمریکا دوباره تعهد آهنین دولت خودش رو نسبت به امنیت اسرائیل و مقابله اسرائیل با گروه‌های با جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش اعم از حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان و حماس رو بار دیگر بر تأکید بکنه و همچنین در رابطه با ایجاد اون یک پارچگی دفاعی در کشورهای منطقه علیه اقدامات ایران که ما شاهدش بودیم موقع که ایران پهباد و موشک بالستیک و علیه اسرائیل استفاده کرد، تونستن همه رو از بین ببرن. همچنین آقای بایدن بار دیگر از این فرصت استفاده میکنه تا تأکید مجدد کنه که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمیکنه. و اما برای خانم هریس اهمیتش از این هستش که میخواد نشون بده که توانایی مدیریت آمریکا، رهبری آمریکا را به ویژه به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح که تصمیم گیری های مهم و نظامی رو لازم داره رو میتونه انجام بده. خب خانم هریس با آقای نتانیاهو سه سال پیش دیدار رو در رو داشتن، ولی در طی 20 مکالمه تلفنی که در این چند سال حضور خانم هریس و آقای بایدن در کاخ سفید میگذره، در این 20 مورد تماس تلفنی در همشون خانم هریس در کنار جو بایدن بودن. اهمیت این دیدار برای آقای نتانیاهو از این باب هست که دو تا مسئله باش روبرو هستش، به ویژه در این وضعیت حساس سیاسی خود آقای نتانیاهو که میخواد به سلامت ازش عبور کنه. یکی مسئله فشار همه روزه و همه ساعته خانواده های گروگان های اسرائیلی هستش که او رو تحت فشار گذاشتن که هرچه سریعتر همون طرح آتش بس روی میز رو که آقای بایدن بهش اشاره کرد رو بپذیره. از طرف دیگر فشارهای زیادی از ائتلاف گروه‌هایی داره که در دولتش هستن که عمدتاً از گروه‌های دست راستی هستن که نه باید این جنگ رو ادامه بدین تا کاملاً از بین رفتن حماس در غزه.